چطوری بچه‌ها، خوش اومدین به رادیو اکتیو زون. امروز سیم ویدیو با هم می‌خوایم به یکی دیگه از شکای آلبوم نوار مغزی مهیا ریاکشن بریم. توی ویدیو قبلی که از این آلبوم ریاکشن رفتیم، چکش با شایعه بود که چقدر خفمون چک خماری که یه دمو ازش دیده بودیم قبلا، ولی کامل دیگه ریاکشن رفتم واقعا حال کردیم. اما توی این ویدیو می‌خوایم به ترک چی داره میشه از مهیار، امیر خلوت و مسلک ریاکشن بریم. مسلک که چاشنی قفلی بودنه و کلیت این آلبوم هم فکر کنم احساسی باشه، واسه هم فکر کنم یه چک احساسی قفلی خفن قراره بشه ریاکشن بریم. 4 دقیقه 6 ثانیه یکی از طولانی ترین چکای آلبوم هم هست اگه طولانی ترین نباشه. یه ویدیو دیگه هم بچه‌ها امروز داریم ریاکشن به دو تا چک دیگه از آلبوم فیل گاتپوری. دیروز گنگ ریاکشن رفتیم، امروز دو تا چک احساسی قراره ریاکشن بریم. کلا امروز یه روز ریاکشن های احساسیه. و اینکه اگه دیسی چکی چیزی هم بیاد حتما پوشش میدم به روز این دو تا ویدئویی که امروز داریم. بریم آقا، بریم ببینیم که مهیار واسه همون چی آورده. قبل از اینکه این چک رو ریاکشن بریم بگم بچه 150,000 تایی شدیم، واقعا دمتون گرم. یه مدت خیلی طولانی من فکر کنم 145,000 تا گیر کرده بودم، کلا چنل به فنا رفته بود بعد اون قضیه لیمیتد شدن اینا، ولی در صورتی بالاخره 150,000 تایی شدیم. ایشالا که همینطوری بریم بالا و واقعا دم تک تکتون گرم. ای کاش یه روز بتونم همتون رو ببینم، یه ایونت بذاریم و کلی با هم اشغال کنیم. بریم آقا، بریم ببینیم که این چک چطوری هست. میگیرم یقکی و تقصیر منه همش چی داره میشه، میبوسم لب تیغ و تو خونه هوا خفص چی داره میشه، میرن از دورم همه سخت تعملم چی داره میشه، تو چرم پر غمه عروض تولدم فستو این ششای اراغم ساعتی یه بار عروض تولدم فستو این ششای اراغم ساعتی یه بار جنون میاد سراغم، دارم بردقه میکنم جوونیمو بره واسم من مهم نیکی کجاست و کجا هم خیلی بال میاد. به جایی که بگی عمرم داره هدر میشه میگه چی بره واسم من یه بار جنون میاد سراغم، دارم بردقه میکنم جوونیمو بره یه دارم بدرقه میکنم جوونیمو، یعنی خودم دیگه امیدم از دست دارم، فقط دارم میگم که جوونی هم بره تموم شد. واسم من مهم نیکی کجاست و کجا هم، میزنم زیر گریه توی آینه زیر دوش، شدم یه جغد مریض تکبر تیر پوش، با خودم دوام میشه میزنم خودمو، عاشق خونم رو زمین و رنگ جیغ توش. یه تشاجی هایی که با خودت دعوت بشه خودتو بزنی، و اینکه میگه زیر دوش گریه میکنم دراماتیک ترین نوع گریه کردن زیر دوش هر کس تجربه کرده باشه، چیز عجیبیه. خودم دوام میشه میزنم خودمو، عاشق خونم رو زمین و رنگ جیغ توش، قطعتی نوار مغز عصبی تمام شب، انگاری چرنوبیل سمی هوا شهر همه شیشه ها خورد. چرنوبیل هم که دیگه بچه ها میدونن یه سریال هم بود، یه قسمت یه شهر بود توی اوکراین که یه اتفاق رادیواکتیوی شرط به رادیواکتیو زون افتاد و کلا شهر به فنا رفت. به اینجا که میگه چیه خودمو، عاشق خونم رو زمین و رنگ جیغ توش، قطعتی نوار مغز عصبی تمام شب، انگاری چرنوبیل سمی هوای شهر به خاطر اینکه کلا اینقدر اوضاع چرنوبیل افتضاح بود که همه بعد کوچ میکردن از شهر به خاطر اون مواد رادیواکتیوی که تو شهر همه شیشه ها خورد رو میز غذا سرد، اونی که زندگیم بود دیگه شد کلافه رفت چی داره میشه، بگیرم یقکی و تقصیر من همش چی داره میشه، میبوسم لب تیغ و تو خونه هوا خفص چی داره میشه، میرن از دورم همه سخت تعملم چی داره میشه، تو چرم پر غمه عروض تولدم چی داره میشه. همش بیت اینو که زده محمد رضاییان، بله طبیعتا اگه خفن باشه محمد رضاییان زده، تو چرم پر غمه عروض تولدم چی داره میشه. همش سرم میگه دیر داره میشه، سیگاره میشه آتیشه یه سیگاره دیگه، واسه تو از زمین با آسمون میباره میره دیواره. این هم ذره مسئله دیگه، میگن همیشه آسمون به زمین میباره، واسه ما یکی زمین به آسمون میباره. شاتیشه یه سیگاره دیگه، واسه تو از زمین با آسمون میباره میره دیواره دیگه، جلو منگو رسیدم به تشمن خورد میشه تا میرسه یه چیدم دستم، با زمین و زمونه یه سر تو جنگم، منگو با شغال و طرفم یه تن تو جنگل، همه تن و روح هم زخمه هر تو برزخ تو بلا تکلیفی. فلو رو داری یا سلطان فلو خرده
دم دستم با زمین و زمونه. و یک من همیشه گفتم تو فقط قافیای خلوت رو ببین، اینقدر شفته که واقعا مثل خلوت کم داریم تو رپ فارسی، اینقدر شف باشه. یه سر تو جنگلم، یه سیلابی طرفم، یه تن تو جنگلم، تن و روحم زخم، هر رو تو برزخ، تو بلا تکلیفی، همسایه‌ها کلافن از صدا درگیری، انقدر تو آینه داد زدم سر خودم، نفهمیدم چی شدم، چی زده شدم. هم ادامه همون جدی که مهیار داشت میگفت، یه میگفت که نمیدونم با خودم درگیرم، خودمو میزنم، بعد میگه تو آینه خودم نگاه میکنم، سر خودم داد میزنم که چرا مثلا فلان کاری کردم. سن انگاری خود داد زدم سر خودم، نفهمیدم چی شدم، چی زده شدم. اصلا انگاری خودم، من میخوام بعد خودم و انگار بدم هم نمیاد، بدم به تل دومم و یخ میزنم قبل از اینکه بشم با هم سرد. دیگه باورم نمیشه هرچی قول بدم به خودم و همیشه ریختم تو خودم، اگه پرم الان نمیشه ساخت، بس که شدم سر خودم خراب. چه نقشه هایی داشتم و همه شدم برا، آرزوهای روبروم همه شدن سرا. چی داره میشه جواب؟ آرزوهای روبروم همه شدن سراب، یعنی فکر میکردم دارم به آرزوم میرسم، تا یکم نزدیک میشدم غیب میشد. سراب همینه دیگه. همه شدن برا، آرزوهای روبروم همه شدن سراب. چی داره میشه جوابو کی میدونه؟ که چرا تو غربتی انگار شبا که میری خونه؟ که چرا قفل میشم؟ اینم خیلی تلخه، قبلا راجعش صحبت کردیم. تلخ ترین چیز اینه که توی کشور خودی و توی خونه خودت احساس غربت بود. جوابو کی میدونه که چرا تو غربتی انگا شبا که میری خونه؟ که چرا قفل میشم ساعتا به نخای غالی؟ که چرا پر میشه روزم با یه نوار خالی؟ چی داره میشه؟ عالی، من عاشق خلوت نماشه همیشه با یه نوار خالی. چی داره میشه؟ بگیرم یقه کیو، تقصیر من همش چی داره میشه؟ میبوسم لب تیغو تو خونه هوا خفص چی داره میشه؟ میرن دورم همه سخت تعملم چی داره میشه؟ تو چهرم پر غمه عروض تولدم چی سر این آدم اومده چی داره میشه؟ تو هم باستم سوال شما مسئله کشور خودشون نشون نده، باید گفتم اینجا ویدئویه چطوریه، احتمالا همون نقابش زده پایین که صورتش بدنم. تو چهرم پر غمه عروض تولدم چی سر این آدم اومده چی داره میشه؟ که یه اتوبان تو اتاقش پیاده میره، تم همه روزش سیاه‌سفیده، هیچ جا نمیتونه زیاد بشینه، میذاره میره. بذار همین رو وسط تفسیر کنه. اول اینکه میگه یه اتوبان تو اتاقش پیاده میره، دیدی مثلا کلافه‌ای بلا تکلیفی تو خونت فقط راه میری فکر میکنی، راه میری فکر میکنی، تو اتاقت میری میای میری میای، میگه اتوبان داره پیاده میره. بعد چی میگه؟ اینم که میگه سیاه‌سفیده، یعنی چی؟ یعنی زندگی اصلا رنگی نداره، یا هست یا نیست، سیاه‌سفیده. اومده چی داره میشه؟ که یه اتوبان تو اتاقش پیاده میره، تم همه روزش سیاه‌سفیده، هیچ جا نمیتونه زیاد بشینه، میذاره میره، فقط یه جوری طی بشه روزش. بیرون مثل زندونه، خونه مثل سلولش، هی فرق میکنه آدم زندگی روزش. بیرون مثل زندونه، خونه مثل سلولش، هی فرق میکنه آدم زندگی کنه یا فقط زنده بمونه. رفتارم همه رو کلافه میکنه، از خودم در میرم اما فرار بی خوده. همه شبا رو مستم ولی خب به قول شاعر، مستی هم درد منو دوا نمیکنه. واو قشنگ بود. ولی خب به قول شاعر، مستی هم درد منو دوا نمیکنه. هایده اینه میگفت، میگفت مستی هم، آره دیگه، مستی هم درد منو دوا نمیکنه. حالم بهتره یه گوشه کنار توی تراس به زور سکان، ذوق خیلی چیزا رفته از توم، با این که دنبالشون مونده چشام. آخر هفته که میشه میگم از سر هفته دیگه لق نمیزنم دوباره دم دکه. خیلی وقت از مرحله پرته، این آدم حساب همه روز و از دستش رفته. هی شبیه فیلم درامم که ای داره تلختر میشه ادامش. من موندم و یه سایم که اونم فقط تو نور میمونه کنارم. یه خودم و سایم، که سایمم شبا که نیست، که شب که سایه وجود نداره، که فقط وقتی نور باشه یه امیدی باشه میاد پیشم. یعنی وقتی که میخوام، وقتی تو تاریکی هم سایه‌م هم پیشم نیست. خیلی باحال. داره میشه بگیرم یقه کیو، تقصیر من همش چی داره میشه؟ میبوسم لب تیغو تو خونه هوا خفص چی داره میشه؟ میرن دورم همه سخت تحملم چی داره میشه؟ تو چرم پر غمه عروض تولدم. و تمام. چه ترک قفلی و باحالی بود، من خیلی حال کردم. مود این ترک حتی به نظرم از مود ترک شایع هم بیشتر بود، چون
هر سه نفر راجب یه چیز داشتن صحبت میکردن، من خود درگیری بود. اتفاقا شاهنگ یه ترک داره خوب میگه خود درگیر شنیدی، اینا دقیقا واقعا مهیار و مسلک و خلاتشان راجب نفر صحبت میکردن که خود درگیر بود، به جای رسته بود که دیگه رد داده بود دیگه، با خودش مشکل داشت. اگه ترک دیگه از این آلبوم هست توی کامنت بنویسید من بهش ریاکشن میرم، ولی فکر نکنم دیگه ترک رپی داشته باشه. ترک با کنیس داره که احتمالاً اون رپی نیست و بقیه‌اش هم سولو، ولی اگه شاد ترک چیز داره حتما ببین، دوستام که ریاکشن برم. منتظر ریاکشن به دو تا ترک دیگه از آلبوم گاتپوری باشید. میخوایم امروز به ترک بابا و یاد تو ریاکشن بریم که فکر کنم جفتشون احساسیه. حرف دیگه ندارم، تا ویدیوی بعدی. زن زندگی آزادی.